دوستان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز شنبه است و روز 20 هست از ماه نوامبر. بعد از چندین روز خدمت شما هستم با اندکی سرماخوردگی و کمی مسمومیت. بعض ما چند روز به سامان نبوده، یک اندکی هم تب. اما به صورت ایزه بفرمایید که همه بیماری های جهان رو با یک غزل حافظ معالجه کن. می‌فرماید: ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. به جز شکر دهنی مایه هاست خوبی را، به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی. این داستانش که میدونیم که انگشتر حضرت سلیمان گم شده است و به دست اهرمن افتاده است و خلاصه بعد هم معلوم شده است که دزدیده بود. در واقع معجزات سلیمان و کرامات او رو نداشت. البته هیچ کس معجزه نداشتی، کرامات بسیار بوده ولی معجزه کسی نداشت. خب چه گردها که برانگیختی، ز هستی من مباد خست سمندت که تیز میدانی. به همنشینی رندان سری فرود آور که گنج هاست در این بی سری و سامانی. این رند در روزگار مثلا قرن 4 و 5 اونجا به آدم های فرومایه و اجامر و اوباش و اینها میگفتن، اما بعد یک حاله از تقدس گرفت رند در سخن حافظ به خصوص. بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی. به خاک پای صبوحیشان که تا من مست ستاده بر در میخانه هم به دربانی. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. یک آخوند میگه که ریاکار نباشه من ندیدم، هرگز ندیدم. به هیچ زاهد پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. به نام طره دلبند خویش خیری کن که تا خداش نگه دارد از پریشانی. مگر مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز، وگرنه حال بگویم به آصف ثانی. بعدش هم مدحیات هست که ما ازش میگذاریم. عرض میکنم که برمیگردیم سر مطلب. خدمت شما عرض کنم که دوستی پیشنهاد کردن که در باب فعالان سیاسی صحبت کنیم، در باب زندانیان صحبت کنیم. پیشنهاد خیلی خوب بود. حالا من خدمت شما نمیگم که این پیشنهاد رو من و شهر خاشه کرده، شما به کسی نگید. بعد هم من فکر کردم خب اگر ما پیشنهاد میکنیم با اجازه مصدق کبیر ما تصاویر این شخصیت ها، این قهرمانان ما هستن، همواره معدودی پرچم آزادی رو در سرزمین برافراشتن، در حالی که اکثریت در طول زمان معمولا خاموش بوده، کار خودش رو میکرده. ادهی که بیداد رو بر نتافتن مثل نسرین ستوده و این جوان که معرفی میکنم خدمتون، آقای ستار بهشتی، اینها بودن که چراغ آزادی رو، مشعل آزادی رو روشن نگاه داشتن و نگذاشتن که این کشور یک سره در بیخبری عرض کنم روزگار بگذاره. اینها برادران و خواهران بیدار ما بودن. آزادی در جامعه رو بیداران می آورن که در واقع تعداد اندکی از جامعه هستن و این بیداران برادران و خواهران خفته رو بیدار می کنن تا جامعه به آزادی برسه، وگرنه اگه همه در خواب باشیم خوشا به سعادت مستبدین، خوشا به سعادت دیکتاتورها. داشتم یک کتاب می خوندم خدمتتون پیش از اینکه بپردازیم به این مطلب، خاطرات و اسناد. این از جمله کارهایی که مستبدین میکنن برانداختن تاریخ هست.
و جارو کردن در واقع جنایات به زیر فرش، به زیر فرش. آقای آلیور استون، فیلمساز معترض معروف آمریکا، که یک موقعیت در واقع انتای استبلیشمنت داره، ضد قدرت هست، گفت آقا من با جوانها صحبت میکنم، با افسران جوان، سربازان، آقا از ویتنام میدونی کجاست؟ بگه اصلا ما خبر نداریم ویتنام یعنی چی. گفت خواهی نخواهی در این کشور در واقع تاریخ از مردم گرفته شده، حالا در این کشور آمریکا، ببینید که آمریکا از آزاد به گونه ای محروم شدند از این جنایاتی که در ویتنام عرض کنم که دولت های آمریکا مرتکب شدند. و چنین بوده است مملکت ما، و چنین بوده است مملکت ما. شما مطمئن باشید که در روزگار مثلا ناصرالدین شاه قاجار اینا کسی جرأت نمی‌کرد سخن میرزا طی‌خان رو بگه. مورخ مشهورم عرض میکنم سپهر بارا عرض کردم، نوشت که این تلقی فراهانی فرستادن به کاشان، مرد اونجا، مرد. چنین جنایت هولناک رو پنهان میکرد مورخ. و سلسله های جدید که می آمدن تمام آثار گذشتگان رو تخریب می کردن که نامی از آنها نباشه. حالا علتی که در هندوستان این آثار برجاست به جهت این که هر کسی هم وارد هند می شد اونجا به ساخت دیکتاتوری مجبور می شد که به خواست مردم یک جوابی بده، خودش هم خصلت مردم رو می گره. بدین جهت است که مثلا یک شاه مغول مثل اکبر کبیر این همه در جهان شهرت نیک داره که در کابینه هاش از هندوها، از دیگر ادیان، اینها اساسا داره یک سری صدری بوده به خاطر فرهنگ هندو. اینجا داشتم نگاه میکردم هر شبه، و من میخوام خدمت شما عرض کنم که تا ما مردم، کسانی که کار سیاسی میکنن، از ابتدا، از زمان من کاری ندارم، شما تاریخ ایران علاقه من نیستید، حوصله‌شو ندارید، اینا تاریخ نمی‌دونم، عرض کنم روزگار قدیم و باستان و اینها، اما برای اینکه بتوانیم کار سیاسی ما به نتیجه برسد و با چشم روشن در میدان گام بگذاریم، حتما از عباس میرزا به این سوره باید حتما بدان، باید حتما بدان. به جهت اینکه این خطر هست، آخه میدونید استبداد جامعه رو رادیکالیزه میکنه، عقل سلیم رو بر میداره، فکر متعادل رو از میون میبره، مردم خشمگین و رادیکال میشن، بعض اوقات دست به اسلحه میبرن. از این زمینه خشونت و رادیکالیزم هرگز دموکراسی و آزادی و اعتدال بیرون نمیاد. اما اگر ما با بصیرت و با چشم باز نگاه کنیم که اجداد ما برای چه میکوشیدن، آقا این کوشش ها چرا هدر شده، چرا هدر شد، اینها شاید بتوانیم تنها راهی که برای ما مانده، چون یک راه ما بیشتر نده، و اون راه استقرار حاکمیت ملت هست، استقرار قانون هست. همه یک گروه ها از راست راست و چپ چپ به نظر من بایستی فراموش کنن آمال گذشتگان را، آرزوهای برپای کردن مثلا فرض و فرمایی که دیکتاتوری پرولتاریا رو، اینها دیگه گذشته روزگارش، گذشته روزگارش. که ما کلاشنیکوف دست بگیریم در جنگل‌های مازندران، چهار تا ژاندارم بدبخت رو بکشیم، یا چهار تا نمیدونم پاسبان بیچاره رو سر ببریم، که حالا میخوایم یه روزی نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریا درست کنیم. یا این چیزای مسخره واقعا قدیمی بوده، یا اینکه باز تولید استبدادهای گذشته بکنیم. اینها تفکرات عقب افتاده است، اینا ما بایستی با هم همدردی بکنیم. ما دردمندیم، ما مردم دردمندی هستیم واقعا. چگونه این همه آدمهای دردمند به هم نزدیک نمیشن؟ خیلی خیلی خیلی، چون تراژدی معمولا دلها رو به هم نزدیک میکنه. ما باید دلهای خود رو به هم نزدیک بکنیم. تنها راهی هم که برای ما مونده حکومت قانونی و مردمی، در اونجا تصفیه حساب کنیم، تصفیه حساب قانونی بکنیم، تصفیه حساب حزبی و مدنی، نه اینجا فحاشی بکنیم، یقه یکدیگر رو بگیریم، یقه نمیدونم این اون رو بگیریم. تصفیه حساب اینجا جای تصفیه حساب نیست، اینا مملکت بیگانه است. آقا این مال مردم آمریکاست، اینجا متعلق مردم آمریکاست، ما ایرانی‌ها اینجا به تصفیه حساب نمیرسیم، یا در خاک فرانسه و آلمان و از شب‌ها نشستن و هی حرف زدن و این اون رو نفی کردن و اینا نمیرسیم.
چاره ای نداریم. میگویند ناپلئون گفته است راه سومی هم هست. من عرض میکنم راه دومی هم نیست. برای ما مردم جز آزادی راهی نیست. با حرکات مدنی، با همفکری، با در واقع تضارب اندیشه به قول قدیمی ها، با تفاهم، با تفاهم، این کشور بزرگ 5% جمعیت جهان درش هست، همین آمریکا، و این همه مهم شده در جهان به همین جهت بوده، چون هدف کاملا مشخص بوده برای بنیانگذاران مردم. حالا ایب و عوارش هم سر جاش، به ایب و عوار سیستم سرمایه‌داری هم ما اینجا خواهیم پرداخت. اما کشور مقتدری است و در جهان کشور شماره یک است به لحاظ اقتدار و به لحاظ سیاست و نفوذ و عرض بکنم اینا، به جهت اینکه این الیت این جامعه دانا بوده 200 سال پیش. این وظیفه هم برگردن الیت، برگردن الیت که وجود نداره متاسفانه، برگردن روشنفکران، دانشگاهیان، کسانی که اهل فکر هستن اینا. بنابراین برای ما راه دومی هم وجود نداره، چیزی نیست ما آزمون بکنیم، امتحان بکنیم، چون از قرن 19 به این سو همه نوع حکومت ها مورد آزمایش قرار گرفته، همه در بوته آزمایش رفتن و شکست خورده بیرون آمدن. تنها راهی که مانده است، عرض میکنم که حاکمیت قانون هست و حاکمیت ملت، که البته قانون هم برخواسته از رأی ملت هست در مجلس مقدس ملی. مقدس هم یه جا بیشتر نیست، در واقع دو جاست، یک صندوق رأی مقدسه، سه جاست به نظر من. صندوق رأی مجلس ملی به نظر من و خاک توس هم مقدسه به نظر من، این نظر منه. سومیش نظر منه، اما دومیش باعث عمومیت داشته باشه. باری این داستان تاریخ رو ندانستن بسیار بسیار زیانبار هست، درست مثل که ما در تاریکی گام میدیم. و فایده تاریخ هم این هست که ما که فایده نمیبریم از آدمهای مرده. و اما چرا این همه کتاب راجع به لینکلن هست؟ چرا این همه کتاب راجع به کندی نوشته میشه؟ برای چی؟ در واقع ارزش تاریخ در حکمت و عبرتش است که کجا کارهای نیک ما، کوشش‌های درست ما به گمراهی رفت و چرا، و مانع بشیم اون علری رو که کوشش‌های درست رو، کوشش‌های صحیح در راه مردم هست رو نگذاریم، استفاده کنیم از تاریخ مثل یک آزمایشگاه شیمی. داشتم میخوندم این دو چیزهای خوبی در این کتابی دست من افتاده این دو سه شبی که حالم خوب نبود، همه اینا خواندم، خاطرات و اسناد، مجموعی از خاطرات خاطر نویسان نخبه و عکس‌ها و اسناد معتبر، خیلی خیلی مجموعه جالبی است و من در موقع مناسب برای شما خواهم خون. اینجا ستارخان معرفی میکنه و بعد باقرخان معرفی میکنه. من فکر میکنم که در واقع روسیاه کردن قهرمانان ملی، این در دستور کار مستبدین هست. حالا من شو میخونم ببینید ستارخان رو چگونه معرفی کرده، باقرخان رو چگونه معرفی کرده. باقرخان مرد بزرگی بود، سالار ملی، اما ارزشش فقط به خاطر ستارخان بود، وگرنه خود باقرخان ارزشی نداشت. حالا تقی‌زاده از اینم فراتر رفته و میگوید باقرخان هیچ ارزشی نداشت، آقا به خاطر ستارخان بود. حالا ببینید چگونه معرفی کرد. آقا نویسنده آقای سیف الله وحید نیا. اینها به گونه‌ای، چون من بدبینم به این رژیم و اینها کتاب‌های مملکت ما رو تغییر دادن چنان که هیچ نبوده است جز حاکمیت فکری ملا و آخوند، در حالی که اینها در ردیف گدایان بودن، 90% در ردیف گدایان بود. میگوید ستارخان فرزند حاج حسن بزاز قرداغی بود، وی به سال 1284 هجری قمری در قریه قرداغ مهاباد چشم به جهان گشود. ستار در اوان جوانی زندگی مرفهی نداشت و چندین بار به زندان افتاد و فرصتی پیش آورد و به عتبات رفت و به خدمت میرزای شیرازی رسید و از کارهای ناشایست و راهزنی هایی که کرده بود توبه کرد. در حالی که ما میدونیم کوشش های دلاوران ستارخان علیه تشکیلات قاجار بود از همون روز اول،
یک نوع مرد پروتستانی بوده، معترض بوده این مرد دلیر، اینجوری معرفی کرد. خب و پس از بازگشت به ایران در سلماس مباشرت املاک حاج محمد تقی صراف را به عهده گرفت و ضمناً به کار خرید و فروش دلالی اسب پرداخت. وقتی ندای مشروط برخاست به صف مشروطان پیوست و به عضویت در انجمن حقیقت درآمد و خدماتی به مشروطه در آذربایجان انجام داد. خدماتی به مشروطه انجام داد. مثلا اگه ستارخان نبود چیزی نبود. ۱۹۱۱ قریب یک سال تبریز دلاور ایستاد و باز آزادی رو مشروطه رو ستارخان زنده کرده. تقی‌زاده میگوید که سه تن هستن که سهمشون عمده است در مشروطه، یکی ستارخان، یکی یپرم خانه. خب میگه خدماتی هم به مشروطه کرد. خیلی خوب میخونم خدمتتون. خدمه مشروطه انجام داد و در تاریخ 7 ربیع الاول 1328 به تهران رفت و مورد استقبال شایان قرار گرفت و در پارک اتابک مستقر گردید و به علت اختلافاتی با سردار اسعد و سایر سر مشروطه پیران پیدا کرد در جنگ درگیره پایش تیر خورد. این همه دروغه، این درست نیست. بس سر اختلاف با بختیاری ها نبود، به جهت اینکه حالا وقت ما هم کم است توضیح میدم خدمتتون. پایش تیر خورد و تا آخر عمر که روز سه‌شنبه 28 بود میلنگید و تقریبا زمینگیر بود. خب این آقای محترم واسه توجه میکرد که اختلاف بر اختلاف از اونجا بود که وقتی که ستارخان و باقرخان رو با ترفند انگلیس ها به تهران آوردن، هر یک 50 مجاهد دلاور از مجاهدان تبریز با خود آوردن. مجاهدین مسلح بودن در تهران، انضباط لازم رو رعایت نمیکردن. این هست که گفتن آقا اسلحه رو اسلحتون رو تحویل بدید. در همین تحویل و تحول ها بود که عرض کنم که اون ضرب الاجل مجلس تمام شد، تیراندازی شد و چند مجاهد متاسفانه کشته شدن پای ستارخان تیر خورد. سردار ملی بود، لقبش هم نیورده. خب این از این از ستارخان. ببین چقدر ضعیف معرفی میکنن، اینطور خراب میکنن شخصیت ها رو. من اگه این مرد محترم زنده است، آقای وحید نیا، تو رو به همون وحدانیتت و به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر از این کارا نکن. آقا دلاوران ایران زمین رو خراب نکن لطفا. حالا در وصف آخونده ببینید که چه قلم رو به حرکت در آورده و داد بلاغت داده در باب آخونده. باقرخان از اهالی تبریز بود و در انقلابات این شهر با ستارخان همکاری میکرد. مدت 11 ماه در برابر قوای دولتی جنگ میکرد و ابتدا پیشه بنایی داشت و از داشهای محله خیابان بود و چندی هم کت خدایی محله مزبور را داشت و مدتی نیز جز فراشهای مظفرالدین شاه بود. در جنگ بین الملل اول باقرخان با جمع از یاران خود جز مهاجرین در آمد و به جنگ با قوای بیگانه پرداخت. باقرخان پس از فرار محمدعلی شاه و استقلال مجدد مشروطه به اتفاق ستارخان به تهران آمد و مورد استقبال فرمان قرار گرفت و به علت اختلافاتی که با سران مشروطه پیش آمد در پاک اتابک با دولتیان به زد خورد پرداخت و مأخور شدن. از این پس باقرخان و ستارخان خانشین بودن. باقرخان لقب سالار ملی داشت. خیلی ضعیف. چی شد آقا تکلیف باقرخان چی شد؟ سرنوشتش چی شد؟ کجا کشته شد؟ سرش کجا؟ تنش کجا؟ کجا بردن؟ چه کردن؟ نه مردان نامور ما بودن. اینم تاریخ نویسی است قربان، تاریخ نویسی است. بازار فضل که همیشه در مملکت ما در واقع پر رونق بوده، بسیار در واقع کاسد امروز، خیلی خیلی کاسد شده است. هر کسی راه خود رو گرفت. خب اجازه بدهید که هر شبت که ما بپردازیم، من هرچی گشتم بیوگرافی درستی پیدا نکردم از ستار بهشتی جز این که حل ربات کریم بوده این جوان و حدود 35 سالش بوده. اینجا نوشتن من 29 سالم دیدم، نوشتن 35 ساله بوده و کارگر یک کارخانه بوده، در واقع وبلاگ نویس بوده ایشون. بهشون گفتن خبرنگار سایبری بوده،
و چه جوان شجاعی بود، کار خودش انجام میداد. دستگیرش کردن، بردنش به بند 350 زندان اوین، اونقدر کتک زدن و اونقدر شکنجه کردن که یکی از شاهدان عینی گفته بود که هیچ جای سالمی در بدن این جوان نبود و کشته شد. و مضحک این که این رئیس مجلس که یکی از اون چند برادر جنایتکار لاریجانی هست، اینا ما ببینیم کی کرده، آقا ما نبودیم. و اتهامش این بود از که امنیت ملی رو به خطر انداخت. ما اینا رو باید دوباره تعریف کنیم. آقا امنیت ملی یعنی چه؟ امنیت ملی یعنی ملت در امنیت باشه، یا سازمانی که در واقع از ملت پاسداری بکند برای اینکه داره امنیت یعنی چه؟ اگر ما به حقوق بشر مراجعه کنیم، انسان باید امنیت اون رو داشته باشد که سفر بکند، که تشکیل دستجات بدهد، که بیان آزاد داشته باشه و همه اون چه در حقوق بشر پیش بینی شده در اونجا باشه. امنیت ملی به زعم زورگوها و جنایتکارها، آدمخورها، یعنی این که اون یک نفری که چاقوکش در اختیار داره و بودجه ها در اختیار اوست و سازمان جاسوسی در اختیار اوست و نیروهای مسلح، هر کس علیه اون حرف بزنه علیه امنیت ملی. امروز آقای علی خامنه‌ای امنیت ملی، دیروز پریروز هم صدام حسین امنیت ملی بود. در واقع امنیت ملی رو امروز آقای خامنه‌ای و تشکیلاتش از ملت سلب کردن. بنابراین سلب کننده امنیت ملی دستگاه استبداد. اینا باید دوباره تعریف کنیم اینا رو. ما انقدر تکرار میکنیم باورمون میشه. چیکار کرده بود؟ آقا این آقا با امنیت ملی در افتاده بود. امنیت ملی. سب رهبر. بخشنامه کردن هر کس علیه آخونده و رهبر چیز کنه، نمیتونم اهانت به حضرت رهبر مثل اهانت میماند به امام زمان. اهانت به امام زمان اهانت به پیغمبر است و یک راست اهانت به خداست. بنابراین هر که با آقای رهبر چیز کنه با خدا در افتاد. مملکت ما این گونه اداره میشه. البته چرا؟ به جهت اینکه حاکمیت ملت نیست، قانون نیست، زوره. داستان زوره. زور هم نه منطق داره نه استدلال میپذیر. کشتن جوان مردم رو، عرض کنم، و نام ایشان در ردیف شهدای آزادی در تاریخ ایران به ثبت رسید. در باب خانم نسرین ستوده مطلب بسیار هست، من خدمتتون میخونم. بله، ایشون در سال 1963 در 3 آوریل متولد شده، بنابراین 49 سالشون بوده. این خانم عدالت طلب دلاور نسرین ستوده لنگرودی، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض علیه زنان و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده های بسیار از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی، کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را بر عهده داشته است. ستوده از سال 1388 که برابر است با 2008 میلادی برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شده است. ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال 1370 مدتی نیز به فعالیت مطبوعاتی در نشریه دریچه گفتگو بر پرداخته است. همچنین مقالاتی در روزنامه های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر کرده است. او هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان 2 سال عضو هیئت مدیریه این انجمن بوده است و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین 1,000,000 امضا می باشد. ستوده وکالت پرونده های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از 22 خرداد 1388 را بر عهده داشته است. وی وکالات فعالان اجتماعی مانند شیرین عبادی، حشمت الله تبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند،
امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی خونساری، خدیجه مقدم، علی اکبر خسروشاهی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن فخار، راحله عسکری زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین زاده، امیر یعقوب علی، دلارام علی، مارل فرخی، ناهید جعفری، سمیه فرید را بر عهده گرفته است. وی همچنین وکالت برخی کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات 23 خرداد 1386 را بر عهده داشته، از جمله احمد نجاتی و آرش رحمانی پور. جوایز: در سال 2008 کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمان غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به نسرین ستوده اهدا کرد. مراسم اهدای این جایزه 10 دسامبر 20 یعنی 20 آذر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر، در شهر میلانو در ایتالیا برگزار شد. انجمن آمریکایی قلم یا پن روز چهارشنبه 24 فروردین اعلام کرد که جایزه آزادی قلم باربارا گلدسمیت سال 2011 خود را به نسرین ستوده، وکیل فعال حقوق بشر و روزنامه‌نویس ایرانی، اختصاص داده است. بله، پیش برنامه‌ریزی شده شان به تهران. این چه باش، این چه چیز خیلی خوب. بعد اینجا سخن از جایزه ساخاروف کرده، اما سفر هیئت اروپای مسکو به دلیل عدم پذیرش شرط اونها مبنی بر دیدار با نامبردگان به ایران لغو شد. این جایزه ساخاروف رو هم ایشون برده. ساخاروف که میدونید یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی شوروی بود در ساختن بمب اتمی و به خصوص طرح بمب هیدروژنی. ساخاروف مستقیما دست داشت بمب هیدروژنی رو، طرح دو ساخاروف میگفتن، و بعد از مدتی گسیخت از این تشکیلات و مرد عدالت‌خواه بزرگی بود. بعد یک جایزه به نامش البته تشکیل دادن، فیزیکدان بزرگ روسی. خب، پیام تبریک وزارت امور خارجه. هیلاری کلینتون وزیر وقت وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه ضمن اعلام تبریک به نسرین ستوده و جعفر پناهی برای دریافت جایزه ساخاروف از عدم امکان حضور اونها در مراسم اهدای جوایز ابراز تأسف کرده بود. در قسمتی از این بیانیه آمده است: ما از حکومت ایران می‌خواهیم که فوراً ستوده را آزاد کرده، محدودیت‌ها علیه پناهی را لغو کند و همچنین کلیه زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را که صرفاً به خاطر عقاید و باورهای سیاسی و مذهبیشان در حبس سر می‌برند آزاد کند. در تاریخ 13 شهریور 1389 نسرین ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، همون ماجراتی گفتم خدمت رو، امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت بارها به خاطر فعالیت‌ها و حقوقیش مورد تحقیق قرار گرفته بود. گروه ها فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده اوایل مهر ماه 89 دست است. بله، دست میگوید که اعتصاب غذا زد در زندان. رئیس پیشین جمهوری چک و فعال حقوق بشر در همایش بین المللی فلان فروم سال 2000 که در اکتبر 2010 در پراگ برگزار شد، ضمن پشتیبانی نسرین ستوده خواستار آزادی فوری او از زندان شد. شیرین عبادی به همراه 8 مدافع حقوق بشر در نامه خواستار آزادی ستوده شدند. او در سال 1989 در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع خروجی از کشور محکوم شد. بله، بعدم اعتصاب قضاشو نوشتن. عکس سال در طی محاکمات نسرین ستوده در کانون وکلا، و در حالی که دستبند به دستاش، دستان خود را برگردن شوهرش رضا خندان انداخت، از این صحنه عکسی گرفته شد که به عنوان یکی از عکس های سال 2011 ثبت گردید. و اینجا راجع به احضاری و ممنوعیت از کشور هست و سایر قضایی ها که حتما شما اطلاع دارید. خانم نسرین ستوده و تعداد دیگری هم که البته در زندان هستن. اما ماجرای ستاره بهشتی برای خود رژیمم ایجاد، عرض کنم که درسر بین المللی کرده.
گرچه برای اینا تفاوتی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه، اما حساسیت مردم جهان نسبت به جنایت رژیم بسیار شده است. خواستم سپاسگزاری کنم از دوست هنرمند بزرگوارم آقای تندر کامران رو میشناسید، نامشون رو بردم. آرم سرزمین جاوید رو ایشون بازسازی کرد، آهنگساز، هنرمند، این دو تصویر رو در فتوشاپ ایشون کنار هم گذاشت و متاسفانه به جایی که ما بتوانیم از هنر این وجود بزرگوار استفاده کنیم، ایشون به کار گل مشغول هستن در سان فرانسیسکو و وقت پیدا کنن کار موسیقی بکنن یا کارهای هنری که داشت در واقع مهارت و تخصص دارن. کامران از دوستان خیلی خیلی قدیم ماست که در اورنج کانتی بودن و الان افتادن به سان فرانسیسکو. خیلی خیلی از کامران گرامی عزیزم ممنونم. میدونید که این انتخابات آمریکا، یه مطلب دیگه که خدمتتون عرض کنم، به پیشنهاد دوست گرامی آقای بدیعی که البته ایشون لقب عرض کنم که محاسب الدوله داره، ایشون کارشون حسابداریه، آقای بدیعی از بچه های سیاسی قدیم، مدتی هم در زندان بوده در ایران، از بام تا شام این سالها که ما ایشون شناختیم فقط سخن سخن ایران هست و چه باید کرد و حقیقتا وجود گرانمایه است. دوست عزیز من رضا پیشنهاد کرد که ما، یعنی از طریق ایشان واقعا، چون به علت در واقع این فعالیت های سالیان با اغلب بچه های سیاسی در ارتباط هست، که ما بتوانیم مثلا شبای جمعه با یکی دو نفری با مدیریت ایشان صحبت کنیم در باب مطالب مربوط به ایران که قضایا داره تنوعی هم باشد و ما بتوانیم نظرات مختلف رو از فعالان آزادی بشنویم. این است که این کار بر گردن ایشان هست و مراتب رو بر خدمتتون اعلام خواهم کرد که چه خواهم کرد. در آمریکا هم عرض شود که داستان انتخابات تمام شد و این رپابلیکن ها، یه بارم خدمت شما عرض کردم که آدم های بزرگوار، کسانی که در کار جامعه هستن، همواره خودشون رو بدهکار میدن، آدم های فرومایه همیشه طلبکارن، یا اینکه شکست خورده فرزانه و بزرگوار میگوید که آقا مردم به من رأی ندادن، مردم به ایشون رأی دادن، ایشون برد من باختم، از هر من از شمس هم هست. آدم فرومایه شروع میکنه انگشت دراز کردن که آقا این بود، به خصوص این فاکس رو هر شبت که حالا یه چیز دیگه هم بگم که خدمتتون، که میگوین که کبوتر با کبوتر، باز با باز. یک شبی کسی در یک مجلسی خیلی داشت خوب سخنوری میکرد، گفت بله آقا زبان مثلش هم هست، میگوید کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. این فاکس نیوز کبوتراش جمع کرده، در واقع قاز با قاز، یک مش آدم دست راستی، خب البته دست راستی هم باید باشه، اما وقتی استدلالاشون رو نگاه میکنیم میبینیم که استدلالای فاسدی دارن واقعا این دست راستی ها. اورایلی بهترین این هاست. این مرد آمده یک مطلب بسیار پیچیده اجتماعی و سیاسی رو خلاصه کرده برای این که آقا این اوباما گفت پول میدن به یه عده و یه عده بهش رای دادن. آقا این چه حرف لا تائل است مهملی. این کسی که شما معرفی کردید یک آدمی بود سخت دروغگو، هیچ لمسی از زندگی واقعی مردم آمریکا، لمسی از فقر، لمسی از درد انسانی نداشت. خب این آقای رامنی مرتب هم دروغ میگه. من خدمت شما عرض کردم که این مرد دروغگویست و این خواهد با این برنده نمیشه در این انتخابات. اینا امید داشت. حالا انگشت به هم دراز میکنه که بله اینایی که آقا پول میداد نم تقصیر این بود و تقصیر اون بود و مرتب حالا یقه همو گرفتن. و برای اولین باره که من میبینم که حزب بزرگ در واقع جمهوری خواهان که شخصیت های بزرگی هم از بین اینها آمده، که بزرگترینش البته لینکلن بوده، عرض میشود که حالا در واقع رپابلیکنی بوده که دموکراتیک عمل میکرده این کل، اینا دوچار ورشکستگی
در واقع رجل سیاسی هستن، ندارن کسی، نه تنها ندارن کسی، عقب افتادن، مثل دیکتاتورهای خودمان که همواره عقب هستن از جامعه. گفتن که ماری آنتوانت، گفتن آقا مردم نان ندارن بخورن، گفت برن کیک بخورن. اینا هنوز در اندیشه این هستن که ثروتمندان را ثروتمندتر بکنن. عرض کردم خدمتتون سیاست اقتصادیشون چگونه است و عقب افتادن. در واقع اون ذهنیت دست راستی که معمولا علیه اقلیت و علیه اقلیت‌های مذهبی هست یا نگاهش از اون زاویه هست، اینا سبب شد که رأی لاتینوها رو ببازن، چندین میلیون رأی سیاها رو نیاورن و آقای اوباما اینا رو آورده و اینا عقب افتادن. متا چون مملکت سیستم علمی در کار هست، من مطمئنم مشاوران خواهند آمد و اینها طریق خودشون رو بایستی تغییر بدهن. اون سیستم ها گذشته، این اندیشه های قرن 19 همی بعضی اینها واقعا دار و شکست فاحش خوردن و زیبایی دموکراسی هم در همین هست. آقا شکست خوردی، برو خودت اصلاح کن، اصلاح نکنی بازم شکست میخوری. میخواهی که به قدرت برسی و مردم این افتخار رو به تو بدهن که تو رو بسن به کاخ سفید، بایستی سخن مردم رو بگویی، نه اینکه الیتیست باشی، یعنی بخوای منافع یک قشری رو، طبقی از طبقات خودت رو تأمین بکنی. اون موقع خب برو رأی رو از اونا بگی. حالا میگوین این ضعف دموکراسی است، اما نشان داده که نهایتا کار میکنه، که رأی همه مردم برابر. رأی آقای نمیدونم مکین با رأی یک مکزیکی که تازه سیتیزن شده، زبان انگلیسی هم درست برای صحبت کنه، یکی. بنابراین باز برمیگردیم به دمو، مردم، مردم. و این دموکراسی کار میکنه. آقا این دموکراسی ثابت کرده که کار میکنه، ضعف داره، خودش اصلاح میکنه، ضعفهاش رو نقد و تحلیل میکنه. کیا میکنن این کار رو؟ سیاستمداران، مخالفین عقیدتی، روزنامه ها. همین ماجرای بنغازی، حالا یه سیستم دیکتاتوری بود، یه گزارش کوتاه میدادن که آقا یک عده تروریست حمله کردن، 4 نفر از این دیپلمات ما رو کشتن. اما مگه رها میکنن این داستان رو؟ که بله خانم رایس این رو گفته، این صحیح نبوده، باید این رو میگفته. اون جنرال معروف رو، آقای پتریاس رو کشیدن به سنا. و این دموکراسی در عمل دیگه، باید اینا رو نگاه کنیم، یه چیزهای بیاموزیم که آقا دولت نمیتواند چیزی رو جارو بکنه زیر فرش. اتفاقات بزرگ میفته در کشورهای استبدادی، مردم نمیفهمن. چرا؟ چون اجازه نمیفهمن، نمیدن مردم بفهمن. مردم همیشه در تاریکی هستن. مردم در سیستم‌های دیکتاتوری استبدادی همواره در تاریکی هستن. در اینجا چنین چیزی میسر نیست. بایستی حالا عرض کنم که کمیته تحقیق تعیین میکنن که آقا این اخبار چگونه بود، خبری که رسید به دست آقای اوباما چه خبری بود، خبری که CIA در واقع در اختیار داشت چگونه بود، آیا خانم سوزان رایس از خودش گفت، اشتباه گفت، اگر اشتباه گفت مخصوصا اشتباه گفت، به انگیزه سیاسی اشتباه گفت، مردم رو میس اینفورم کرد در واقع. حالی ایده استدلال میکنن که بله چون آقای اوباما گفته بود که القاعده در حال فرار هست، ما اسامه بن لادن رو هم با کشتیم، بنابراین نمیتوانست بگوید که القاعده حمله کرده و دیپلمات‌های ما رو کشته، بنابراین در تضاد میافتاد، به انتخاباتش صدمه میخورد. از وقایع مهم من همونطور که مطلع هستید، این داستان غم‌انگیز، این داستان اسرائیل و فلسطین است که همه مشکلات جهان حل شد، میشه حل شدنی است جز این یکی. یه شهر غزه، یه شهر بسیار کوچکی است، دو برابر این واشنگتن اگه تشریف برده باشی. 1,700,000 نفر رو فشار دادن این تو، از 4 طرف هم محاصره کرد. بعد زدن یکی از رهبران اینا رو کشتن، اونا هم شروع کردن به موشک پرانی. موشک‌های الفجر 5 هم گویا دارن که به جاهای دوردست هم میرسه. حالا لشکرکشی شده و
و در بعض اوقات خبرنگارا رو میبینم که ایستادن از نیروهای دو طرف صحبت میکنن، چنان که گویی حالا دو ارتش قوی مقابل هم ایستادن و قراره که اینها مساف بدن. آقا یه مش مردم که نانم ندارن بخورن، آقا اونجا بیکاری و فقر و بیچارگی هم قیامت میکنه در این شهر غزه. تنها چیزی که دارن همین فشفشه هاست، با یک ارتش نیرومندی که نزدیک 900 هواپیمای جنگی داره که مدرن‌ترین هواپیمای آمریکاست، سیستم های ضد هوایی که همش هم ساخته آمریکاست، خودشون هم البته میسازن، 3000 تانک حساب که کردن روی هم، شهر غزه 120,000 نفر مرد داره، یعنی همه 120,000 نفر تفنگچی، چماق دست تفنگچی داره که حالا این که من این نیست که من دفاع بکنم از همه است، ولی اساسا در جایی که کانفلیکت هست، در جایی که خصومت هست، چاره جز مصالحه نیست، وگرنه بایستی اون که قوی تره همه اونا رو یکی یکی بکشه تا امنیت برقرار بشه. اما میسر نیست با این داستانی که اینها پیش گرفتن، در واقع اینها پیش گرفتن و اخبارم در اختیارشون هست و یه آدم بزرگی مثل آقای آلن دورشویتس آورده بودن. دورشویتس استاد حقوق دانشگاه هاروارد هست، میگفتن آقا اینا بمب زدن 10 نفر رو کشتن، اغلب بچه بودن. میگو بله دیگه اینجوریه، اینا میخوان این بچه ها رو بغل بگیرن بیارن تو خیابون بگن ببینید ما شهید دادیم. این مرد فکر نمی کنه آقا تو که استاد هارواردی، تو که نمیدونم در واقع لویر تراز اولی مملکت هستی، یکی از لویرهای تراز اولی مملکت، تو استدلال رو باید بهتر از هر کسی بلد باشی. آقا لازم نیست شما یه خانواده 10 نفری که در بیشترش بچه هست همه رو بکشی که بخواد شهید از خود یکیشو میذارن بکشن، کافیه برای عکاسی. از اینجور تبلیغات ضد بشری هم میکنن که روح انسان رو آزرده میکنه واقعا. داشتم تاریخشو نگاه میکردم از روزگار قدیم و اینها، خب این مردم در این سرزمین بودن، یهودی ها هم بودن البته، یعنی سال 1948 که اعلام شد به نام کشور اسرائیل رسمیت پیدا کرد، 47% از یهودیان جهان اونجا بودن، یهودی هم حق دارن البته. اما اینکه کسی زورش بیشتر شد، شروع کرد تو سر اون یکی زدن و هر کار دلش میخواد بکند و عرض میکنم اینا، این یه ذره ذهن عدالتخواه هر کسی رو آزار میده. اون حماسی هم زدن به سیم آخر، میدونی فلسطینا دو گروه شدن، در شرقن و در غرب، اینها کنار دره میترنه هستن، بلاکید هستن از همه سو و بسیار شهر پر جمعیتی است. میگوید که ما لیفلت میریزیم که اینجا رو خالی کنیم. خالی کنن کجا برون؟ جایی نداره این شهر برای فرار. هر جا شما یه بمب پرت کنید میگن پر جمعیت در جای جهانه، 1,700,000 نفر مثلا واشنگتن هر سبت یه چیز حدود و سال 74 که اومدن با این وسطی که داره یه چیز حدود 450,000 نفر جمعیت داشته، من فکر نمی کنم خیلی زیاد شده باشه، واسه جا بیشتر 500,000 نفر بس کنی، 1,700,000 نفر رو بذاریم در یک جای دو برابر واشنگتن دی سی هست. اون شکار هم معمولا میزنن با این سیستم های آیرون دون یا برج آهنی، اما بعضیاش نفوذ میکنه و ایجاد وحشت کرده در اسرائیل و اینجا یکی از خطرناکترین جاهای جهان هست، به جهت اینکه اگر تفاهم و دوستی، تفاهم واقعی و صلح واقعی برقرار نباشد، خب حالا فرض میکنیم با 4 سالی 5 سالی 10 سالی دیگه با زور بعد چه خواهد شد؟ بعد این کشورهای عقب افتاده عربی هم اینا تکنولوژی مدرن به دستشون خواهد افتاد، بعد قرار چه بشه؟ حالا فرض کنیم یهو 20,000 موشک شلیک بکنن یه جای کوچیکی مثل اسرائیل، خیلی جای خطرناکی است این منطقه. 3 جای خطرناک در جهان هست، یکیش هم همینجاست، یکیش هم عرض کنم هند و پاکستانه، پاکستان خطرناکه و کره. 3 تاش هم که اقدام کنیم اینا از مواریث استعمار هستن، هسته دست است، نقش استعمار روشه
هر سه تا 120 نفر فلسطینی کشته شده، یک سرباز اسرائیلی، یک موشک هم به یک آپارتمان خود، 3 نفر بیچاره یهودی تو منزلشون خوابیده بودن. چون مردم که جنگ نمیخوان که، هیچ مردمی اگر وارد خانواده ها بشید صحبت کنیم جنگ نمیخوان. این اختلافات سر گروه هاست که قدرت رو به دست میگیرن. مضحکه که یه مش فلسطینی با این اندکی که هستن، با این اندک زمین، دو گروه هم شدن و یک صحنه های فجیعی روی تلویزیون دائم هست و CNN مرتب. خب خواستم این رو بگم خدمتون، از غاز با غاز عرض می شود که فاکسی ها رو می گفتن، دست راستی ها هستن، آقای هنتی و آقای اوریلی و عرض می کنم یک کسی دیگه هم داشتن که اونجا رفت بیرون و دوستان اینا طرفدار در واقع همون ایدئال های رپابلیکن هستن. گروه میانه، گروه چپ در واقع MSNBC هست با حسابت که شخصیت خودش که اینا طرفداران چپ هستن، چپ آمریکایی. میان هم CNN هست. فکر میکردم تلویزیون پارس حسابت که این داستان کبوتر با کبوترش یک کمی اشکال داره، با آقای فرجی صحبت می‌کردم، رشید خاطر آقای شجره، این هست که ما در اینجا هستیم از شبت که با عقاید مختلف، این ایجاد کانفلیکت میکنه متاسفانه. اما کارها حرفه‌ای انجام بشه نباید بشه. مثلا فرض کنید که یه آقای رو ما میاریم، بنده میخوام بیارم باش مصاحبه کنم در یک امر خیلی کانتروورشیال، بحث برانگیز ملی. راش این است که به این آقای که داره این راست و دروغ رو میگه من وقت میدم، یک کسی هم بیاد جواب ایشون رو هم تو همون برنامه بده. وقتی که ایشون سخنشو میگه، مثلا میگوید که مثلا میدونم، مثلا عرض میکنم شعبان بیمخ رو دکتر مصدق استخدام کرد، یک کسی هم میگه نه آقا ایشون درست نمیگه مطابق این سند دیگه، این باعث خشم و خروش دیگران نمیشه، میگه آقا این آقا دیگه آقا جوابش بده. اما این کسی که بیاد این حرف ها رو بزنه و رها کنه بره و نه ایمیلی داشته باشه، نه جوابی به کسی داده بشه، نه بعد ایجاد خشم و خروش میشه، این داستان کبوتر با کبوتر باز با باز اینجا به هم میخوره، در واقع جدا میشه از هم. یعنی منی که اینطور فکر نمی کنم، یا دوست عزیزم آقای فرجی، یا سایر دوستان که در واقع تعلق خاطر خیلی شدید به داستان ملیون و نهضت ملی داره، جریحه دار میکنه. خب این است که من خواهش میکنم دوستان ما در برنامه های صبح عنایت کنن، مرحمت کنن، کارها رو حرفه‌ای تر انجام بدن. بی فیر اند بالانس، فیر اند بالانس مثل یه ترازو باید انجام بشه، باید هم فیر باشه. این داستانه پیش نمیاد و ناراحتی های برای ارز کنم که شجرم پیش نمیاد که خیلی خیلی کار سختی داره انجام میده این مدیریت تلویزیون. این دو کارها طوری است که بعض اوقات آدم خسته میشه واقعا، یعنی دوچار گرفتاریه روحی روانی میشه که آقا یک برنامه تلویزیون که نباید انسان قرار اذیت بشه. حالا بارتان داره اشاره میکنه که وقت شما تمام شده، دارین باتون از گلیم خودتون بیشتر دراز کردین، خیلی عذر میخوام. اما در این باب باید ما اوپنلی صحبت کنیم، نقد کنیم از این برنامه ها، یه دوستان کاراشون رو حرفه‌ای‌تر و عادلانه‌تر انجام بدن. باری وقت ما تمام شد، با سپاس از وارتان، با سپاس از شما بزرگواران. فراموش نکنیم کسانی که برای آزادی در ایران مبارزه می کنند، مثل این دو بزرگواری که تصویرشون اینجا هست، و در باب این موضوعات بیشتر صحبت خواهیم کرد تا برنامه آینده. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.